رئیس جمهور غنی بار دیگر رئیزنی ها را با سران برخ از احزاب و چهره های اثرگذار سیاسی کشور انجام داده است. منابع آگاه از این دیدارها می گویند که رئیس جمهور با حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، عبدالله عبدالله، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، سرور دانش و محمد معقق درباره برگزاری یک نشست بزرگ باری روند سال رایزنی کرده است. د سویل په برخه کې د سیاسي شخصیتونو سیاسي اجماع رامنست کړ او دغه سلام مشوري به دوام کی او غوړبه سیاسي اجماع نه هدي نه کوو اما فراخاني چهرهای سیاسي از بحر رایزنی دبره ساله با واکنش شورا یالي مصالحه ملی روبرو شده است شورا یالي مصالحه را تضیف وسازه و و به دنیا نشان بده که اگر من نباشم شورای عالی مصالحه هیچ کاری کرده نمیتونه مه هستم که سیاسیون به دورم جمع هستن هنوز ترکیب حزبی و قومی نشسته که قرار از درباره سال با طالبان با محوریت رئیس جمهور برگزار شود روشن نیست کار <سید> اساسی جمهور آغوشگیری مردم در آغوش خود است که مردم خود را باید جمع کنم رای از اتصال داشته باشند رای از گفتشونید داشته همه مردم فعلا که سلسله از چندین آقایون سیاسی شروع شده این هم یک کار بد نیست کار خوبی است فکر و امید دارم که ای ادامه پیدا کنه و این وسعت پیدا کنه ریاست جمهوری نمی خواهد اهداف مشخص دیگری را که قرار است رئیس جمهور در این نشست برجسته کند همگانی بسازد امروز یک برشن میشه فردا تغییر میکنه امروز یک قول فردا تغییر میکنه یا دیگه این طرف امروز یک قانون میتونه این تغییر میکنه فردا بیشترین سیاسی رو ما به این ترتیب اینا ای چی کردن اما ای کاش که اینا در واقع در چارچوب چو یک برنامه با اصولی که دارن یعنی اصولمند میبودن منابع آگاه از دیدارهای رئیس جمهور غنی با سیاستگران کشور میگویند که قرار است این نشست درباره صلح افغانستان با حضور 15 تا 20 تن از چهره های برجسته سیاسی و سران احزاب سیاسی کشور در آینده های نزدیک برگزار شود